بچه ها توی این ویدیو میخوام یه درس از کتاب گرامر یوسو براتون بذارم بچه ها خیلی دوست دارم از این دوره که دوره استجلی هست بیشتر ویدیو بذارم که این دوره زودتر تموم بشه و اگه ببینم این دوره رو دوست دارید و دارید رو نگاه میکنید در کنار دورهای دیگه هفته چند تا درسم از این دوره براتون میذارم و اگه درسهای قبلی این دوره رو ندیدید من لینکش رو توی قسمت دسکریپشن براتون میذارم برید حتما تماشا کنید خب بچه ها بریم ویدیو امروز با هم ببینیم جلد اول از کتاب گرامر این یوز درس 46 ششم Who is she talking to? اون داره با کی حرف میزنه؟ What is it like? اون چجوریه؟ Questions 3 سوالات قسمت سوم خب بچه ها توی این درس هم میخواد یه مدل از سالی کردن به ما یاد بده بریم قسمت A رو با هم بخونیم Jessica is talking to somebody Jessica داره با یه نفر حرف میزنه Who is she talking to? اون داره با کی حرف میزنه این questions beginning who, what, where, which, prepositions to, from, with, etc. usually go at the end اینجا داره میگه که توی جملات سالی که با who, what, where, which شروع میشه حروف اضافه ای مثل to, from, with, و غیره معمولا آخر جمله میان زیرش چند تا مثال ورده بریم مثالاشو با هم بخونیم توی مثال اولی میگه Where are you from? اهل کجایی؟ I'm from Thailand اهل تایلندم خب بچه توی این مثال دیدیم که حرف اضافه from آخر جمله اومد توی مثال دومی میگه Jack was afraid Jack ترسیده بود What was he afraid of? اون از چی ترسیده بود توی مثالم مثال هم میبینیم حرف اضافه آو آخر جمله اومده توی مثال سومی میگه Who do these books belong to? این کتاب ها متعلق به کیه؟ Their mind اونا مال منن. توی این مثال هم میبینیم حرف اضافه تو آخر جمله اومده توی مثال چهارمی میگه Tom's father is in hospital پدر تام توی بیمارستانه which hospital is he in اون توی کدوم بیمارستانه توی این مثال هم میبینیم حرف اضافه ان آخر جمله اومده توی مثال پنجم میگه کیت is going on holiday کیت داره به تعطیلات میره جلوش دو تا سوال گذاشته که هر دوتا درسته سال اولی که میپرسه اینه Who with با کی سال دومی که میپرسه اینه Who is she going with? اون داره با کی میره؟ خب بچه اینجا هم دیدیم که حرف اضافه یا with آخر جمله اومد توی مثال ششمی میگه Can we talk? میتونیم حرف بزنیم؟ میشه حرف بزنیم؟ Sure البته حتما What do you want to talk about? در مورد چی میخوای حرف بزنی؟ خب بچه اینجا میبینیم که حرف اضافه About آخر جمله اومد. خب بچه قسمت A اینجا تموم شد بریم قسمت B رو با هم بخونیم. توی قسمت B نوشته What's it like؟ یعنی اون چجوریه؟ What are they like؟ یعنی اونا چجوری هن؟ Etc. و غیره. خب بچه ها اینجا داره یه ساختار سالی رو به ما یاد میده بریم زیرش رو با هم بخونیم سمت چپ تصویر یه خانم و آقایی دارن با هم صحبت میکنن خانم میپرسه What's your new house like؟ یعنی خونه جدید چجوریه؟ آقای در جواب میگه It's very big خیلی بزرگه سمت راست تصویر نوشته What's it like? مساویه با What is it like? یعنی اون چجوریه؟ زیرش هم اومده معنی What's it like رو برای ما نوشته. نوشته What's it like مساوی با Tell me something about it. It is good or bad. Big or small. Old or new. Etc. یعنی What's it like یعنی اینکه یه چیزی در موردش به من بگو خوبه یا بده بزرگ یا کوچیکه قدیمی یا جدیده و غیره که این تعریفش میشه همون چیزی که ما گفتیم دیگه یعنی اون چجوریه تو این قسمت نوشته When we say what's it like Like is a یعنی این که وقتی که ما میگیم what's it like توی این جمله like حرف اضافه هستش جلوش در ادامه گفته It is not the verb like. Do you like your new house? Etc. اینجا داره میگه توی جمله What's it like? Like فعل نیست. بعد جلوش مثال آورده گفته Do you like your new house? یعنی آیا شما از خونه جایتون خوشتون میاد؟ خب توی این جمله لایک فعله به معنی خوش اومدن ولی توی جمله What's it like? لایک like, فیل نیست حرف اضافه است زیرش هم چند تا مثال آورده بریم مثالاشو با هم بخونیم توی مثال اولی شخص A میگه There is a new restaurant in our street یعنی توی خیابون ما یه رستوران جدید وجود داره شخص B میگه What's it like؟ چجوریه؟ Is it good؟ آیا خوبه؟ توی مثال دومی شخص A میگه What's your new teacher like؟ معلم جدیدتون چجوریه؟ منظورش اینه که چجور آدمیه؟ شخص B در جواب میگه She's very good. اون خیلی خوبه. We learn a lot. ما خیلی یاد میگیریم. توی مثال سومی شخص A میگه I met Nicholas' parents yesterday. من دیروز والدین نیکولاس رو ملاقات کردم شخص بی میپرسه دیدیو واقعا منظورش اینه که واقعا ملاقاتشون کردی در ادامه دوباره میپرسه What are they like؟ اونا چجوری شخص A دوباره در جواب میگه They're very nice اونا خیلی خوبن. توی مثال آخری شخص A میپرسه Did you have a good holiday؟ آیا تعطیلات خوبی داشتی؟ در ادامه دوباره میپرسه What was the weather like? هوا چجوری بود؟ شخص B در جواب میگه It was lovely دوست داشتنی بود هوا دوست داشتنی بود در ادامه میگه It was sunny every day هر روز آفتابی بود منظور اینه که هوا هر روز آفتابی بود خب بچه ها این قالب سال پرسیدن توی جلسه امروز یاد گرفتین و توی تمام این سال ها like preposition هستش یعنی حرف اضافه هستش و توی این سالا like فعل نیستش خب بچه امیدوارم که ویدیو امروز دوست داشته باشید اینم لیست کل مجموعه گرامر نیوز که تا الان گفته شده روزتون بخیر خدا نگهدار